سلام، من شایانه هستم. سلام، منم الیاس هستم و با یه قسمت دیگه از سری ویدیوهای پادکستینگ در خدمتتونیم. توی این ویدیو به رسم همیشه اول یه سری اخبار پادکست ها رو میگیم، بعدش هم میریم سراغ چند تا پادکست خوب تاریخی و اونا رو بهتون معرفی میکنیم. عالیه. خب تو بخش اخبار پادکست ها من رفتم سراغ پادکست میدان فردوسی که فصل دومش این اواخر منتشر شده و 6 قسمتش تا الان پخش شده. میدان فردوسی در حوزه شاهنامه پژوهی داره فعالیت میکنه و تو فصل دومش برخلاف فصل اول که بیشتر به داستانهای شاهنامه پرداخته، تو فصل دومش کمتر به تفسیر داستانها پرداخته و بیشتر مقالات تخصصی رو بررسی میکنه. توی این فصل رفتن سراغ کتاب نیم پخته ترنج اثر سجاد آیدنلو که در واقع چهارمین کتاب این پژوهشگر برجسته است و در باب این کتاب میاد مقالاتی رو تشریح میکنه. حالا کاری که میدان فردوسی داره انجام میده به نظر من خیلی خیلی جذاب و شایانه، به خاطر اینکه توی این فصل دوم پادکست میدان فردوسی و به واسطه یه کتاب آیدنلو نیم پخته ترنج 45 تا از تشابهات بین مسیح و شخصیت‌های اسطوره‌ای ایرانی مثل سیاوش و کیخسرو رو میاد بررسی می‌کنه و به نظر من خیلی جالبه. یعنی جدایی از این که میاد به ویژگی‌های برجسته مسیح و داستان‌های زندگیش می‌پردازه، اومده یک سری در واقع خصوصیاتی رو برای اثبات این قضیه مطرح می‌کنه که جدایی از تمام اینها، جدایی از اینکه آیین مهر و میترائیسم نفوذ داشته در واقع آیین مسیحیت در جهان مسیحیت، به این میپردازه که حتی شخصیت‌های ایرانی هم نقش تعیین کننده‌ای در خلق مختصات آیین مسیحیت داشته، مثل همون سیاوش، مثل کیخسرو و بقیه شخصیت‌های اسطوره‌ایمون در شاهنامه. اصلا به نظرم هر کسی واقعا باید که ما ایرانی ها هممون باید در مورد شاهنامه اطلاعات کسب بکنیم و میدان فردوسی یه پادکست خیلی خوبه که به صورت خلاصه میاد یه پژوهش های بزرگی رو میاد ارائه میده و خیلی واقعا پادکست مفیدیه. عالی، به نظر من حتما پادکست میدان فردوسی رو بذارید تو لیست پادکست های مورد علاقتون گوش بدید و خصوصا حالا این فصل دومش که الان در حال پخشه، که 6 قسمتش هم تا الان پخش شده. خب پادکست بعدی که من میخوام معرفی بکنم پادکست طنز پردازیه که خودم واقعا خیلی دوستش دارم و هفته اخیر قسمت داده به اسم با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. حالا توی این قسمت طنز پردازی به رسم 3 سال اخیر، یعنی از سال 99 هر سال نزدیک شب یلدا یه اپیزود میدن بیرون در مورد زندگی نامه حافظ هستش و این قسمت همونه. حالا با همون لحن شیرینی که طنز پردازی داره، چون به نظرم طنز پردازی دقیقاً چیزیه که ما میتونیم بهش بگیم طنز شیرین. اینجوری نیست که باهاش خیلی کمدی نیست، آره، قهقهه نمیزنی باهاش، ولی همچنان یه لبخندی رو لبت وقتی داری اینو گوش میدی. و حالا به قول خودش محمد از گوشه خلوتتر یک آپارتمان این پادکست رو این هفته منتشر کرده. حالا اگه قسمت‌های قبلی هم که مال سال‌های قبل هست و در مورد حافظه رو اگه گوش نکردن، پیشنهاد می‌کنم قبلش اونا رو گوش کنن بعد به این قسمت بپردازن. اینکه حالا در رابطه با حافظه این قسمتش اختصاصاً، یعنی طنزیه که در قالب ادبیات داره. آره، یعنی شعرهای حافظه بینش یه داستان تخیلی رو داره تعریف می‌کنه و با همون لحن شیرین و قشنگش. پادکست کاما و اپیزود آخری که ازش منتشر شده قدرت لحظات. پادکست کاما پادکست اختصاصی شنوتوه و توسط تیم استودیو شنو باکس تولید و منتشر میشه به روایت شقایق اسماعیلیان. قبل از اینکه یه کوچولو، یعنی قبل از اینکه در رابطه با قدرت لحظات این قسمت آخری که منتشر کرده صحبت کنیم، میخوام بگم که پادکست کاما در رابطه با چی، حالا این الان معرفی پادکست نیست ولی بد نیست که الان یه توضیح بدم. پادکست کاما یک پادکست خلاصه کتابه، کتاب هایی که داستانی نیستن، آره، در حوزه مدیریت یا کارآفرینی
در رابطه با گاهن لایف استایل میاد، پادکست کتاب‌هایی رو معرفی میکنه و خلاصه ای از اون کتاب رو برای شنوندگان اجرا میکنه و الزاماً کتاب‌هایی هم ممکنه نباشن که در ایران ترجمه شدن، یعنی کتاب‌هایی که در آمازون رتبه های بالایی دارن اونها رو انتخاب میکنه، ترجمه میشه و شقایق اسماعیلیان روایتشون میکنه. در شقایق که تو اپیزود قبلی پادکستینگ هم هاست بوده بود، از دوستای خودمونه و در واقع هاست پادکست کامام هست. در اپیزود قدرت لحظات این کتاب در واقع میاد به لحظاتی اشاره میکنه که برای انسانها موندگارتر و شادترن و به صورت علمی میاد ثابت میکنه که چجوری میتونیم این لحظات رو برای خودمون در زندگی پررنگتر کنیم و بیشتر اصلا به اون سمت بریم، خودمون رو درگیر لحظاتی بکنیم که برامون میمونن تو ذهنمون و میتونیم به واسطه اون لحظات شادتر زندگی کنیم. به نظر من حتما اپیزود قدرت لحظات، یعنی کتاب قدرت لحظات رو که شقایق اسماعیلیان در پادکست کاما بهش می‌پردازه رو حتما گوشش بدید، خلاصه کتابش رو، و اینکه پادکست کاما رو میتونید سابسکرایب کنید و به قسمت‌های دیگه‌اش هم گوش بدید. پادکست بعدی که می‌خوایم توی این بخش معرفیش بکنیم یه قسمت از استرینکست که یکی از پادکست‌های خیلی قدیمیه، عموما کسایی که اهل پادکست فارسی هستن آره می‌شناسن. این قسمتش اسمش مکتب شوکه که باز پخش قسمتش هستش، یعنی یکی از قسمت‌های قبلی منتشر شده دوباره باز. چرا؟ به خاطر اینکه خود اصلا حالا هاستش اعلام کردش که ما با توجه به شرایط فعلی جامعه تصمیم گرفتیم روند تولید محتوامون رو تغییر بدیم، یه سری قسمت‌های قبلی که فکر می‌کنیم مناسبه رو دوباره منتشر بکنیم و یه سری قسمت‌های جدید خارج از برنامه رو منتشر کنن دوباره، یعنی جدید منتشر بکنم. حالا توی این قسمتش در مورد مکتب شوک، یعنی شوک درمانی، شاید توی این فیلم‌های قدیمی دیده باشی که مثلا با وارد کردن شوک الکتریکی به مغز میان مثلا یه سری بیماری‌های روانی رو من فکرم شوک درمانی این چیزه، میگم به ترس و این طرف نه این این در مورد اون روش درمانیه هستش که حالا بیماری های روانی رو باهاش میان درمان میکنن به اصطلاح. بعدش حالا توی این مکتب شوک میان در مورد جوامع و دولت هایی صحبت میکنن که از شوک اجتماعی برای ایجاد یه سری تغییرات ناخوشایند دارن استفاده میکنن. آره. به خاطر همینه که این قسمت رو باز پخش. آره. بعدش حالا توی این قسمت که حالا قدیم منتشر شده در مورد مثلا شیلی صحبت کردن که اخیرا یه سری تغییراتی توش به وجود اومده، در مورد چین هم فکر میکنم صحبت کردن و کلم اپیزود جالبیه، پیشنهاد میدم حتما گوش کنید. حتما گوش بدین. اگر استرینکست هم که ندارن یا سابسکرایب ندارن که حتما سابسکرایب کنید و گوشش بدین. حالا میرسیم به بخش معرفی پادکست که قراره توی این قسمت یه سری پادکست هایی که در مورد تاریخ هستن رو بهتون معرفی کنم. سه تا پادکست، خیلی پادکست تاریخی واقعا زیاد داریم و همشون هم برای تولید محتوا خیلی زحمت میکشن، چون تولید محتوای پادکست های تاریخی خیلی زمان‌بر هستش، نیاز تحقیق بیشتر داره و خیلی مهم و مؤثر به نظرم گوش دادن و فالو کردن، دنبال کردن پادکست تاریخی، چون به هر حال یعنی همون جمله معروفی که کسی که از تاریخ خودش اطلاعی نداشته باشه محکوم به تکرار اون تاریخه. واقعا من فکر میکنم حداقل ما در لوکیشن و در برهه‌ای از زمان داریم زندگی میکنیم که باید تاریخ رو بیشتر بدونیم. حالا اگر پادکست هم هست که چه بهتر، میتونین تاریخ رو بشنوید دوستانی که دارن در این زمینه فعالیت میکنن. پادکست مورخ یکی از پادکست‌هایی که به نظر من جاش خالیه اگر اینجا معرفیش نکنیم. پادکست مورخ زایده ذهن احمد هاشمی و نازیلا مرادی بود و از دریچه نوین به انسان نگاه میکنه، تعریفی که خودشون داشتن از پادکست خودشون. و اغلب مورخین همیشه میگن که تاریخ بیش از اون که علم باشه یک هنره، هنره در کنار هم گذاشتن شواهد، و مورخ حالا کاری که میکنه سعی بر این داره که هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو بیاد کنار هم بچینه و به ما همونطور که گفتم قبل‌تر و خودشون در واقع معرفی میکنن خودشون رو، دریچه نو رو از تاریخ به ما مخاطبین نشون بده.
حالا مورخ هم در مورد تاریخ باستان داره صحبت میکنه، هم در مورد تاریخ مدرن و همونطور که گفتی میاد پازلای تیکه های پازل تاریخ رو کنار هم میذاره و اپیزوداش هم حدوداً 40-50 دقیقه‌ایه و یه اتفاق مهم تاریخی رو میاد توی هر اپیزود. و همونطور که گفتی که پادکست تاریخی واقعا سخت تولید کردنش، مورخ هم یک تیم حرفه‌ای و خفن البته پشتش هست و واقعا به نظر من جای قدردانی داره که 7-8 نفر آدم در کنار هم دارن یک پادکستی رو به این شکل تولید میکنن. قسمت آخرشون هم باز حالا الان اینجا اخبار پادکست نیست، من خیلی علاقه دارم که جایی اینا عوض کنم، ولی قسمت آخرشون در رابطه با تحت عنوان جنگ جهانی شلیک اوله که به دلایل شروع اتفاقات و نتایج پایان اولین جنگ جهانی دنیا میپردازه. مبارک و حتما فالو کنید. پاراگراف هم یکی از پادکست خیلی مورد علاقه خود منه، علیرضا بنیجانی پادکسترش هستش و میاد در مورد تاریخ باستان بیشتر و تمدن‌های بشری و نقطه شروعشون رو در موردش صحبت میکنه و هی به مرور تو جاهای مختلف جهان میره و در مورد تمدن‌های مهم بشری صحبت میکنه. یه چیز دیگه هم در رابطه با پادکست‌های تاریخی شایانه، به نظر من خود اون فردی که داره اجراش میکنه به نظر من خیلی مهمه، یعنی صرفاً این که یه پادکست تاریخی حالا میگیم سخته، تحقیق میخواد، گردآوری اطلاعات داره، اگه قرار باشه یه چیز خوب و خفن تولید بشه، ولی اجرای اون، یعنی اون آدمی که داره پادکست تاریخی رو اجرا میکنه به نظرم واقعا باید قصه گو و داستان پرداز باشه که علیرضا بنیجانی یکی از اون آدم ها هست. این ویژگی رو داره واقعا. و میدونیم ببین ما همیشه تو مدرسه تاریخ رو که خوندیم یه درس خسته کننده حوصله سربره و حفظی بود برامون، یعنی مثلا باید حفظش میکردیم، ولی وقتی من دوست داشتم، من تاریخ رو دوست داشتم از جغرافیا یا تاریخ داشتم از جغرافیا، من تاریخ رو بیشتر دوست داشتم چون برام داستانی بود، به این دلیل دوست داشتم. ولی یادمه کلاً زنگای تاریخ معمولاً خود معلم‌ها هم انگار خیلی علاقه نداشتن، تعطیل می‌کردن بچه‌ها می‌رفتن تو حیاط فوتبال بازی. ولی اون اینکه حالت داستانوار واسه ما تعریف بشه باعث میشه که قشنگ لذت ببریم ازش، انگار داریم یه قصه رو گوش می‌دیم، قصه آدمایی که واقعی هستن و درس‌های زیادی هم بر ما داره قاعدتاً. یه پادکست دیگه هم اگه معرفی کنیم که حالا این ویدیو رو هم ببندیم و خدافظی کنیم، پادکست زاویه است که در حوزه باز جزء پادکست های تاریخیه و میلاد اردلان در واقع تهیه میکنه و منتشر میشه. حالا بازم میگم مثل پادکست های تاریخی دیگه به شرح موضوع تاریخی میپردازه و به جنگ های در واقع انقلاب های فرانسه و آمریکا. الان اپیزود تو سیزن جدیدش در مورد انقلاب های مهم جهان داره صحبت میکنه، ولی سیزن قبلیش اولیش فرانسه بود، الان هم یه قسمت از آمریکا رو منتشر کردن فعلا، حالا قرارم بیشتر هم بیاد احتمالاً. زاویه هم جزو پادکست های خیلی خوبه، میلاد خوب داره کار میکنه، من چون میبینم از نزدیک گاهن روند کارش رو، به نظر من خیلی خوب داره تحقیق میکنه، خوب داره سرچ انجام میده و خوب اجرا میکنه، بیان خوبی داره، اجراشون خیلی خوبه، اون تدوینشون خیلی قشنگه و کلن پادکستیه که گوش دادن بهش قشنگ لذت میبره. یه چیز جالب شایانه اتفاقا چیزی که اشاره کردی مبحث تاریخ، یعنی این چیزی که از کودکی انگار برام یه چیز کسل کننده و کسالت بار بود، پادکست های تاریخی انگار سعی دارن که این رو تغییر بدن، یعنی از همون ساوند افکت ها یا موزیک هایی که استفاده میکنن، نوع بیانشون باعث میشه که اتفاقا اون کسل بار بودنش کم بشه، یعنی یه جذابیتی دارن تزریق میکنن که کمک کننده است. یعنی کسانی که اگر به مباحث تاریخی خیلی هم علاقه نداشته باشن به نظر من حداقل از این سه تا پادکستی که ما معرفی کردیم شروع کنید و چیزهای جدید حتما یاد میگیرید و علاقه من میشه و خب میگم دیگه آره دیگه تموم شد دیگه این اپیزود ما سعی میکنیم ویدیوامون کوتاه باشه که خیلی حالا اذیتتون نکنه و سرور نباشه وقت براتون، ولی سعی میکنیم که آیتم های جدیدتر و بهتری هم بهش اضافه کنیم. حتما برامون کامنت بذارید اگر موضوعی هست یا پادکستی رو شما میخواهید که پیدا کردید خوشتون اومده و میخواهید دیگران هم بشنونش به ما معرفی کنید، برامون کامنت بذارید، ما حتما اینجا بهش میپردازیم. و اینکه امیدوارم حال دل همه خوب باشه، شمایی که دارید ما رو میبینید الان، و با آرزوی بهترین ها پادکستی باشید. پادکست. پادکستی باشید، پادکستینگ رو
دنبال کنید در یوتیوب، سابسکرایب کنید. این پادکستایی هم که معرفی کردیم در شنوتو هست، از سایت و اپلیکیشن شنوتو میتونید استفاده بکنید. همه رو میتونن تو شنوتو گوش کنن. اگر پادکست هم میخواید تولید بکنید، باز هم میتونید با شنوتو یا استودیو شنو باکس ارتباط بگیرید. ما هستیم در کنارتون که با هم دیگه پادکست شما رو تولید بکنیم. خدا نگهدار. خدا حافظ.